حقایقی باور نکردنی از زندگی شخصی پهلوان آواز ایران ایرج خواجه امیری، سرهنگ ارتشی که به صورت اتفاقی خواننده شد و ماندگارترین موسیقی های فیلم های ایرانی رو از گنج قارون تا من یه پرنده ام اجرا کرد. با ما تو این ویدیو همراه باشید راجع به دو ازدواج جنجالیش و تولد احسان خواجه امیری و اتفاقاتی که برای ایرج هم افتاده صحبت میکنیم. سلام دوستان، به کانال حاشیه تیوی خیلی خوش اومدید. امیدوارم حالتون خوب باشه. ایرج خواجه امیری متولد 11 دی ماه سال 1311 در شهر اصفهان هستش. ایشون فارغ التحصیل لیسانس رشته علوم نظامی از دانشکده افسری هستند و صداشون جز معدود صداهای شش تون بین خواننده‌های ایرانی هستش. نام اصلیش حسین خواجه امیریه و متولد شهر خالدآباد نطنز از توابع استان اصفهان. پدر بزرگش حاج ملا میرزا از خواننده های زمان ناصرالدین شاه بوده. پدرش آقای نعمت الله هم صدای خوبی داشت و از خواننده های خوب زمان خودش بود، ولی خب هیچ کدومشون شهرت ایرج رو نتونستن به دست بیارن. حسین خواجه امیری از کودکی در مراسم تعزیه خونی شرکت میکرد و آواز رو از اونجا شروع کرد و توی تعزیه خانی با ردیف ها و دستگاه های موسیقی آشنا شدش. اون بعد از پایان تحصیلات ابتدایی در 12 سالگی به تهران رفت، تا اینکه در 15 سالگی توسط مجید وفادار، آهنگساز مشهور، به استاد ابوالحسن صبا معرفی شد. اون بعد از 2 سال حضور در کلاس های موسیقی ابوالحسن صبا در 17 سالگی به رادیو ایران راه یافت. بعد از اون همزمان به ارکستر ابراهیم خان منصوری هم وارد شد و با این ارکستر هم همکاری هایی داشت. اون سال 1329 در 18 سالگی وارد دانشکده افسری ارتش شد. اون علاوه بر حضور در برنامه های موسیقی ارتش، در ارکستر های مختلف موسیقی هم حضور داشت، اما به خاطر محدودیت های این نهاد نظامی نمیتونست نام اصلی خودش رو که حسین خواجه امیری هست توی اجرای برنامه هاش استفاده کنه. به همین خاطر ترجیح داد برای خودش یه نام هنری انتخاب بکنه و همین شدش که اسم ایرج رو برای خودش انتخاب کرد و تا الان هم موندگار شده. ایرج در ادامه تا سال 1335 در ارکستر های مختلف حضور داشت، تا اینکه سال 36 وقتی 25 ساله بود به دعوت داوود پیرنیا وارد برنامه گلهای رادیو شد که خب معتبرترین برنامه موسیقی ایران به حساب می اومد و مردم هم خیلی دنبالش می کردن. اما شهرت موسیقیایی ایرج از کجا شروع شد؟ اولین فیلمی که ایرج خواجه امیری در اون ترانه خون فیلم روزنه امید در سال 1338 بود که عمده شهرت اون نیز بین عوام مردم به خاطر همین موسیقی فیلمش بود. خوانندگی بر روی چهره محمد علی فردین، منوچهر وثوق، رضا بیک ایمانوردی خیلی زود اون رو تبدیل به یکی از محبوب ترین خواننده ها کرد. یکی از پرطرفدارترین آهنگ‌های ایرج هم آهنگ‌هایی است که برای فیلم گنج قارون اجرا کرده بود، همون آهنگی که میگه اومدم از هند اومدم، و یا آهنگ من یه پرندم که این آهنگ باعث شهرت ایرج و حتی فردین شد و محبوبیت این دو هنرمند رو بیشتر و بیشتر کرد. اما اتفاق ناگواری که برای خیلی از خواننده افتاد انقلاب سال 57 بود. ایرج بعد از انقلاب ترجیح داد در کشور بمونه و مثل خیلی از خواننده ها که مهاجرت کردن، اون موندن توی ایران رو انتخاب کرد. اون بعد از چند دهه خونه نشینی در دهه 70 و 80 تونست چند آلبوم رو هم به بازار موسیقی ارائه بده و بعد از سالها دوباره به موسیقی برگشت. برعکس دوست قدیمیش استاد گلپا که هیچ وقت نتونست بعد از انقلاب دوباره فعالیت موسیقیش رو از سر بگیره. جالب بدونید که ایرج خواجه امیری تا به حال 2 بار ازدواج کرده. همسر اول ایشون خانم توران سولتاش در دوران جوانی ایرج باهاش ازدواج کرد و از این ازدواج 3 فرزند به نامهای همایون، هومن و حاله داره. اما ازدواج دوم ایشون با خانم فرزانه امینژاد هستش که احسان و الیکا حاصل این ازدواج هستن. احسان خواجه امیری خواننده معروف
موسیقی پا فرزند ایرج هستش و حدوداً 50 سالی با پدرش اختلاف سنی داره. استاد حسین خواجه امیری بعد از 20 سال دوری از موسیقی و استیج تونست 1 فروردین ماه سال 1398 در شهر استانبول ترکیه کنسرتی رو برگزار بکنه و سالن مجلل گرند پرای تکسیم به صورت کامل ظرفیتش پر شد و طرفدارای موسیقی ایرج حسابی از این کنسرت استقبال کردند. ایرج یکی از اسطوره‌های موسیقی ایرانه که خیلی از خواننده‌های این روزهای موسیقی پاپ و سنتی اسطوره‌شون ایرج بوده. سالار عقیلی در مورد صدای ایرج میگه در طول فعالیتم در حوزه موسیقی همواره به استاد ایرج و صدای او که همچنان در 87 سالگی پرصلابت است خبته میخورم. همواره فکر میکنم اگر من هم بتوانم در این سن همچون استاد بخونم خیلی خیلی خوشحال خواهم شد. استاد محمدرضا شجریان هم در مورد صدای ایرج میگه صدای ایرج در تاریخ آوازخوانی ما 1 متر و معیار هستش. هر کس بخواهد در بالاترین حد هنجره صدایی باشد حتما صدای ایرج رو مثال میزند. قطعا محبوب ترین آهنگ ایرج آهنگ من یه پرندم آرزو دارم هستش که بارها توسط خواننده های مختلف از جمله خواننده های پاپ و سنتی اجرا شده. جالب بدونید که پسر استاد ایرج احسان خواجه امیری هم این آهنگ رو چندین بار بازخوانی کرده و تقریبا توی تمام کنسرت هاش هم این آهنگ رو میخونه. استاد ایرج خواجه امیری توی ارتش درجهش سرهنگ بوده. جالب بدونید که اکبر گلپایگانی و جمشید مشایخی هم جز 2 از همدوره های ایرج توی پادگان ارتش بودن و واسه همینم از گذشته تا به الان دوستی نزدیکی رو با هم داشتن. استاد ایرج سال گذشته یه سفری رو به آمریکا داشت و توی شهرهای مختلف نشست‌ها و برنامه‌ها و مصاحبه‌هایی رو انجام داد که یکی از جنجالی‌ترین‌هاش حضور استاد ایرج توی شبکه تلویزیونی حمید شبخیز بود و مصاحبه‌ای که با ایشون انجام داد. ایشون توی این مصاحبه طرفداری عجیبی از جمهوری اسلامی انجام داد و گفتش که ما مدیون این حکومت هستیم. صحبت هایی که با واکنش نسبتاً تند طرفداراش همراه شد و باعث شدش که خیلی از طرفداراش از دست ایرج و این صحبت هایی که انجام داده بود ناراحت بشن و لقب هایی مثل چاپلوس رو به اون بدن. ایرج توی سالهای فعالیتش با خواننده های زیادی، چه خواننده های قبل انقلابی و چه خواننده های بعد از انقلاب همکاری داشته. اون با گوگوش، همیرا، اهدیه، مهستی، هایده، پوران، شهین دخت شبیری، رویا، الهه و این اواخر هم با سالار عقیلی و امیر احسان فدایی همکاری هایی رو داشته. امیدواریم که پهلوان آواز ایران همیشه سلامت باشه و بتونه برای مردم و طرفداراش هنرنمایی بکنه. اگه با کارهای استاد خاطره دارید حتما اسم آهنگ مورد نظرتون رو برام تو بخش کامنت ها بنویسید و بهمون بگید با کدوم یکی از آهنگهای حسین خواجه امیری بیشتر خاطره دارید. یک دنیا سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب کانال. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوها رو تماشا کنید.